ده‌ها محله در موسل ویران شده و در حدود 1 میلیون نفر آواره هستند. یکی از مسئولان سازمان ملل در عراق از ویرانی و خسارت ده‌ها محله موسل و آوارگی نزدیک به 1 میلیون تن از اهالی این شهر خبر داد. لیزا گراند، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در عراق، روز شنبه اعلام کرد که شهر موسل، مرکز استان مرزی نینوا در شمال غرب عراق، بزرگترین چالش پیش روی سازمان ملل از نظر ثبات به شمار می آید. هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در عراق در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد 15 محله مسکونی موسل ویران شده، 23 محله دچار خسارت متوسط و 16 محله دیگر نیز دچار خسارت جزئی شدند. گراند افزود، نبردهای 8 ماهه آزادسازی موسل از اشغال عناصر تروریستی داعش 948 هزار تن از اهالی شهر را به ترک خانه و کاشانه خود وادار ساخت و بنابر آمار سازمان ملل 320 هزار تن از آنها همچنان در اردوگاه‌های آوارگان به سر می‌برند و 384 هزار نفر دیگر نیز نزد بستگان خود و یا در مساجد زندگی می‌کنند و با کمک‌های بشردوستانه و همبستگی محلی زندگی خود را می‌گذرانند. وی به روند روبه رشد بازگشت آوارگان پس از آزادسازی موسل هیچ اشاره‌ای نکرد.